به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. من پرویزیان به اتفاق همه همکارانم حتی کارگردان در خدمتتون هستیم امشب. چشم انداز امشب ببینید. آقای دکتر سعدمندی اقتصاددان روی خط برنامه هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر پرویزیان و بینندگان محترم هموطنان عزیزم. آقای دکتر من باشه در خدمت شما. من هم مثل شما میدونم شما چی میگید. من هم مثل شما کاملا موافق هر گونه قراردادهای دو جانبه و چند جانبه برای کشورمون هستم و تا میتونیم ما باید قراردادهای با همسایگانمون در منطقه و در جهان قراردادهای دو جانبه و چند جانبه ببندیم و با هر کشوری که منافع اقتصادیمون در واقع تأمین میشود و حفظ میشود مراوده تجاری داشته باشیم و حتی از تعرفه‌های صفر هم نترسیم که هنوز گویا یه ده از نظرات میترسن و حتی در مورد تعرفه‌های اوراسیا هم همچنان ما ندیدیم که درست استفاده بکنن. حالا با این چارچوب میدونم شما موافقی دارید، تاییدم میکنید، این سند همکاری 25 ساله ایران و چین رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ بله، من قبلا در برنامه شما شرکت کردم و حمایت خودم رو از این برنامه اعلام داشتم و الان هم همین برداشت رو دارم. ببینید، ما ایرانیان یک مقداری بالاخره هر قومیتی خصوصیات خاصی داره، ویژگی های خاصی داره. متاسفانه به دلیل تجربیات منفی که ما در برخورد با خارجیان به خصوص اروپاییان در یک قرن گذشته داشتیم، یک مقدار بدبینی یا زنوفوبیا نسبت به خارجی در کشور ما شکل گرفته. برداشت اولیه این بود که این فقط مختص به غرب است، مختص به اروپا، به آمریکاست، ولی شما ملاحظه می‌فرمایید که این ریشه داره در عمق تفکر ما ایرانیان و من اینجا می‌خوام این پیامو بدم که ملت عزیزمون رو بر حذر بدارم از خارجی هراسی. ما باید همکاری کنیم با دنیا، ما باید از هر نوع همکاری استقبال کنیم، ولی خب مسئله این است که باید یک تعادلی هم ایجاد بکنیم و اتفاقا من برداشتم این است که اگر این قرارداد 25 ساله تصویب بشود، احتمالاً تعادل قوا به نحوی جلو برود که اگر انگیزه‌ای باشد و اگر که همتی باشد، ما بتوانیم همین قرارداد 25 ساله رو با اروپا هم امضا کنیم، با روسیه هم امضا کنیم، با همسایگان امضا کنیم، با کشور مثلا ترکیه، با پاکستان. ما سالیان سال هست که قرار بوده مثلا در قالب اکو همکاری‌های منطقه‌ای داشته باشیم و حتی در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای بنده برداشتم و توصیه اکید بنده این هست که ما اصلا مرزهای تجاری بین کشورهای منطقه رو باید برداریم. دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد، اما امیدوارم که در نسل ما این اتفاق بیفته. همونطور که در اروپا سالیان سال اینها جنگیدن، دو جنگ جهانی در اروپا شکل گرفت، درقش در اروپا زده شد، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدن که علارغم حفظ تمامیت ارضی، علارغم حفظ در واقع اون هویت ملی، در زمینه تجارت اجازه بدن آزادی حاکم باشه و آزادی تجارت شکل بگیره. بنابراین شما میبینید که مرزهای تجاری بین کشورهای اروپایی کاملا برداشته شد. یا در ایالات متحده امریکا هم قبلا همینطور بوده، یعنی این کشور از 50 تا کشور تشکیل شده، اصلا United States یعنی در واقع مجموعی از کشورها. اینها در واقع ارز واحد دارن، پول واحد دارن و هر کدوم حکومت محلی مستقل خودشونو دارن، اما در زمینه تجارت کاملا آزاد هستن. حتی در زمینه نقل و انتقال افراد هم اجازه داده میشه و آزادی کامل وجود داره. من آمال و آرزوم این هست که یک روزی در منطقه این اتفاق بیفته و ما اتفاقا سبقه ما در واقع اولین نمونه این نوع حکومتداری رو در جهان داشتیم در زمان هخامنشیان 2500 سال پیش. بزرگترین، از یک نظر بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر تشکیل شد در این منطقه و اساس این امپراتوری این بوده که قوم‌های مختلف، کشورهای مختلف، مذاهب مختلف، اقوام مختلف، زبانهای مختلف در کنار همدیگه میزیستن و هیچ کدوم هویت ملی خودشون رو فدا نمی کردن برای این اتحادی که شکل گرفته بود. بنابراین من این رو مقدمه خیلی خوبی می دونم که اگر که قرارداد 25 ساله با چین امضا بشه، شاید راه باز بشه یک روزی ما با همه قدرت ها قرارداد ببندیم. چرا با هند قرارداد 25 ساله نبندیم؟ هند در آینده بزرگترین کشور هست از نظر جمعیت در دنیا. همین امروز هم بزرگترین دموکراسی دنیاست. همین امروز بقیه کشورهای دنیا هم صف کشیدن که همونطور که 20 سال پیش 30 سال پیش همه کشورهای عمده دنیا، که ما یکی از معدود کشورهای بودیم که این کارو نکردیم، ولی همه کشورهای عمده دنیا مثل آمریکا، مثل اروپا سرازیر شدن به سمت چین و از رشد سریع چین این کشورها هم بهره مند شدن.
امروز همین کشورها صف کشیدن برای اتحاد تجاری با هند و من توصیه اکید می کنم که ما متوقف نشیم در چین. ما این خارجی حراسی رو به کنار بگذاریم و سیاست تعادل قوا رو در پیش بگیریم که برداشت این بنده این هست که اتفاقا دولت هم به این سمت داره حرکت میکنه، البته با اگر پشتیبانی مردم رو پشت سر داشته باشه، اگر که مردم خواهان این قضیه باشن و پیگیری کنند اتفاقا خیلی سریعتر ممکنه این قضیه اتفاق بیفته. یعنی ما اگر بعد از چین با هند و با روسیه قرارداد 25 ساله ببندیم، با اروپا قرارداد 25 ساله ببندیم یا 50 ساله ببندیم، با کشورهای همسایه من برداشتم این است که ما یک سری قرارداد مادام العمر در حد اتحاد میتونیم داشته باشیم و این یک مقداری خب در تقابل قرار میگیره، عرض کردم با تجربه 100 ساله‌ای که ما داشتیم. من میخوام یک نمونه خدمت شما ذکر کنم. یک زمانی بود که کشور ما رو متاسفانه در واقع کشور ما تقریبا داشت تجزیه میشد، یعنی تحت الحمایه دو حکومت، یکی روسیه تزاری و دیگری در واقع امپراتوری انگلیس بود که کشور ما رو به دو قسمت تقسیم کرده بودند و حکمرانی میکردند در کشور ما. در اون زمان مجلس تصویب کرد، مورگان شوستر امریکایی به ایران اومد و در طول 8 ماه تغییرات خیلی عمده ای رو، اتفاقا جالب اینجاست که مورگان شوستر اقتصاددان بود و تغییرات عمده ای رو در سیستم مالی و مالیاتی ایران به وجود آورد و در نهایت با التیماتوم یکی از کشورها مجبور شد که ایران رو ترک کنه. خب اون زمان هم ما برای توازن قوا رفتیم به سمت کشور دیگری، از کارشناسان این کشور استفاده کردیم. توصیه اکید بنده این هست که ما نترسیم از اینکه رابطه داشته باشیم با دنیا. ما هر وقت رابطه پیدا کردیم با دنیا دستاوردهای عمده به دست آوردیم. همین الان پیشرفتهایی که کشور ما داره به عنوان مثال در زمینه هسته‌ای به دلیل ارتباطاتی است که ما با دنیا داریم. برخی از دانشمندان هسته‌ای ما که من اینجا نمیخوام اسم بیارم، ولی در دانشگاه‌های اول دنیا اینها تحصیل کردند و بازگشتند به کشور و ما هیچ وقت هیچ کشوری از رابطه با سایر کشورها ضرر نکرده مگر اینکه خودش ذلت رو پذیرفته. این در مورد قوم فرعون هم بود که میگفت خودشون خفت رو پذیرفتن. حالا ما اگر خودمون بخوایم مستقل باشیم، اصلا لازمه استقلال این هست که توازن قوا رو حفظ کنیم و سعی کنیم با کشورهای مختلف ارتباط نزدیک داشته باشیم. البته نکات دیگری به طور مشخص در مورد چین هست که بعدا خدمتتون عرض خواهم کرد. آقای دکتر من فقط یه نکته خدمتتون عرض بکنم، چون شما گفتید که اگر امضا بشه، ببینید قرارداد که نه، اما سند همکاری امضا شده و شروع هم شده. اینو من فقط گفتم که احتمالا شما گفتین اگر امضا بشه منظورتون قراردادهای جداگانه است، اما سند همکاری امضا شده. خب سند همکاری هم مفهومش مشخصه، ضمانت حقوقی نداره اما زمینه سازه و بیانگر میل و رغبت تو کشوره که تو زمینه‌های مشخصی که سند امضا شده در واقع قراردادهای جداگانه حقوقی ببندن و شروع کنن به همکاری. که حالا تو بخش‌های بعدی من از شما جناب دکتر پرویزیان، ببینید جناب دکتر پرویزیان، مدت هاست، یعنی الان حدود شاید بیش از یک سال هست که این قرارداد قرارداد که نه درست فهمون سند همکاری امضا شده، ولی تا وقتی که ما نتایج ملموس نبینیم خب مشخص نخواهد شد که دستاوردهای این، یعنی مثلا منظورت مثلا فلان قرارداد در زمینه توسعه امر نقل ریلی قرارداد مثلا تو فلان پروژه ریلی بسته بشه و شروع بشه به کار، شما منظورتون این هستش دیگه؟ بله. آقای دکتر سعدبندی، آقای دکتر طیبی نکته رو مطرح کردن و خب نکته هم به هر حال قابل توجهه، مردم هم گفتن، این سری پیامک منم خوندم شفاف، آقای حریری خودشون گفتن گفتن مخالف بیارید، من پیامک های مخالفت مردم هم خوندم. آقای دکتر طیبی نکته مهمی رو اشاره کردن که انحراف در تجارت پیش نیاید و فقط یک قرارداد با یک جا باشه. میخوام یه مقدار باز بیشتر در مورد انواع در واقع و تنوع قراردادهای دو جانبه و چند جانبه که برای کشورمون لازم هست و باید پیگیری بشم توضیح بدید شما. ببینید تعادل قوا باید حفظ بشه. من این حرکت در واقع امضای تفاهم نامه یا به هر صورتی این تفاهمی که بین ایران و چین برای بلند مدت شکل گرفته بسیار مبارک میدونم. امیدوارم که آغاز تغییر نگرش در میان ایرانیان باشه، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران. ببینید ما یک سری از مشکلاتی که داریم ممکن هست به دلیل تصمیمات خودمون بوده باشه. مثال عرض بکنم خدمتون جناب دکتر پرویزیان، من یک زمانی تحصیل می‌کردم در مینیاپولیس، یک مدتی حضور داشتم، در یک خانم ایرانی بودن، یک روزی به من گفتن که من می‌خوام با شما صحبت کنم. گفتم بفرمایید. گفت من یک نصیحتی خواهرم به من کرد، من می‌خوام این نصیحت رو به تو منتقل کنم.
گفتم خواهش میکنم بفرمایید. گفت خواهرم گفت که خداوند متعال در سفره زمین، در سفره‌ای که برای شما پهن کرده، انواع و اقسام اغذیه و اشربه رو گذاشته، از نون خشک کپک زده در این سفره وجود داره تا بهترین غذاهایی که اصلا قابل تصور ممکنه نباشه. ما هستیم که انتخاب میکنیم از این نعماتی که خدا در اختیار ما قرار داده، ما هستیم که انتخاب میکنیم که کدوم رو از کدوم استفاده کنیم. و چه بد هست اگر کسی نون خشک کپک زده رو انتخاب کنه. ببینید، ما با چین قرارداد داریم، ما با چین مراوده تجاری داریم، کشور همسایه ما هم با چین مراوده تجاری داره. یک کشور همسایه که من در زندگی میکردم، بالاترین کیفیت کالاهای چینی وارد اون کشور میشد، از مسیر همون کشور کم پایین ترین کیفیت کالاهایی که شاید در دنیا تولید میشه که از چین هم در چین هم تولید میشد وارد کشور ما میشد. چرا این اتفاق میافتاد؟ چون متاسفانه خیلی وقتا من ایرانی میرفتم چین، از اینها تقاضا میکردم که کیفیت کالا رو کاهش بدهن و ما کیفیت کاهش یافته رو وارد کشورمون میکردیم. دقت میفرمایید، ببینید یک مقدار زیادی از مشکلاتی که ما با کشورهای دیگر پیدا کردیم، با ابرقدرت‌های دنیا پیدا کردیم، یک مقدارش به خاطر ضعف خودمون بوده. ما باید بالاخره نقش خودمون رو بپذیریم. الان مسئله خارجی حراسی که الان وجود داره، چرا من به این مسئله اشاره کردم؟ یک دلیل این خارجی حراسی این هست که ما ساده برخورد میکنیم، ما خودمون دنبال کیفیت نمیریم، ما خودمون دنبال این نیستیم که بهترین ها رو در دنیا برگزینیم. این ما نباید خودمون رو محدود به کشور چین بکنیم، ولی اینکه رابطه محکم با کشور چین داشته باشیم، یک رابطه با دوام بلند مدت با کشور چین داشته باشیم به نفع ماست. در همین منطقه که ما درش قرار داریم، تمام کشورهای عمده با چین قراردادهای ویژه دارن. ببینید خیلی بین این قرارداد من اصلا ندیدم که در این تفاهم نامه 25 ساله هیچ وقت اشاره شده باشه که پیمان تجارت آزاد بین ایران و چین برقرار باشه. من اصلا چنین چیزی ندیدم. ولی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بنا دارن پیمان تجارت آزاد با چین برقرار کنن. چند سال پیش کشور مراکش پیمان تجارت آزاد با آمریکا بستن. دقیق میفرمایید، خب میتونستن مثل ما یک نگرش حراس از همه چی داشته باشن و مثلا کاری که ما با ترکیه با کشور همسایه‌مون انجام دادیم. ببینید ما یک پیمان تجارت نصف نیمه داشتیم با ترکیه، اخیراً بسته بودیم، 3-4 سال گذشته یا 4-5 سال گذشته ما یک پیمانی بسته بودیم که تعرفه رو ترجیحی بکنیم. این پیمان تعرفه ترجیحی رو هم ما یک طرفه لغو کردیم. من نمونه دیگه حالا نمیشه خیلی بازش کرد، ولی مشکلی که با چین ایجاد شد، متاسفانه ما مشکل داشتیم با چین و این مشکل از طرف خود ما ایجاد شد، از طرف دولت مردان ما متاسفانه مشکل با چین شکل گرفت. یک دلیلی که من خیلی در واقع حمایت میکنم از این تفاهم نامه 25 ساله این هست که ما یک اشکالی رو ایجاد کرده بودیم که ممکن بود 40 سال 50 سال رابطه ما با چین، با یک کشور به بزرگی چین که الان بزرگترین جمعیت رو در دنیا داره و همه همسایگان ما از رابطه با چین دارن بهره مند میشوند، ممکن بود تا 40 50 سال دیگه هم این رابطه اصلاح نشود. و خوشبختانه خدا را شکر که دولت جدید در این زمینه گام برداشت. اما فقط چین نباید باشه، ما باید عرض کردم خدمتتون، ما با همسایگان و با همه قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا باید به نظر من رابطه خوب داشته باشیم، رابطه بلند مدت داشته باشیم و سعی کنیم بهترین ها رو برگزینیم. یک تغییر کوچک باید اتفاق بیفته. ما اگر تا دیروز سعی می‌کردیم که بی‌کیفیت ترین خودرو وارد کشور بشه یا بی‌کیفیت ترین قطعه خودرو که متأسفانه روش نوشته Made in ایران و ما بودیم که سفارش دادیم به کشور دیگری که بسازه و در اختیار ما قرار بده، ما از امروز تصمیم بگیریم بالاترین کیفیت رو در جهان استفاده کنیم. واقعا مردم ما شایسته هستن که بهترین کیفیت در اختیارشون قرار بگیره. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سعدوند، گفتگوی خوبی بود امشب. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. ما این بحث رو ادامه میدیم.